بسم الله الرحمن الرحیم. من یعمر مساجد الله، من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. ما در نوبت‌های قبلی ساختار بحث مسجد محوری رو و مدیریت مسجد رو مشخص کردیم که در سه بُعد هست: مدیریت در مسجد، مدیریت از مسجد و مدیریت بر مسجد. ما در مدیریت از مسجد رو بررسی میکنیم که امام محله نگاهش به بیرونه و محله رو مدیریت میکنه. در مدیریت در مسجد او امام جماعت و پیش نماز بیشتر هست و داخل مسجد رو مدیریت میکنه، و در مدیریت بر مسجد تحت نظر امام بالاتر یا امام جمعه قرار میگیره و پاسخگوست، و امام رده بالاتر بر این مسجد نظارت و مراقبت داره و هدایت و حمایت. چون سنگینی بحث ما در بُعد دومه که مدیریت از مسجد هست، در اینجا سه شأن رو ما مورد تأکید قرار دادیم که برای اداره محله، که ایشون امام یک محله مثلا 8000 نفری یا 10000 نفری است، یک شأن مقننه داره و اندیشه ورز و سیاست گذار، یک شأن اجرایی داره و یک شأن قضایی که بیشتر جنبه حل اختلاف. امروز یعنی در این نوبت ما بحث اون هیئت اندیشه ورز یا هیئت امنا رو بحث میکنیم. هیئت امنا در این مدیریت از مسجد هیئتی است که فکر کننده هست برای امور محله، یک مجلس کوچک، یک پارلمان کوچک که میتونه با انتخاب مردم محل صورت بگیره یا میتونه با نصب امام جمعه یعنی امام جماعت صورت بگیره. اسمش هم از هیئت امنا، که البته میتونه داخل مسجد رو هم براش سیاست گذاری بکنه، ولی عمده کارش به بیرون برمیگرده. در بیرون این هیئت، هیئت امناست. اصطلاح زیبایی است، امنا به معنای افراد امین، هیئت هم به معنای جمع و هیئت هست، یعنی گروه هستش. ما میتونیم بگیم قوه اندیشه ورز یا مثلا شأن شأن اندیشه ورز، یا اونطوری که مقام معظم رهبری میفرمان هیئت امنایی است که اندیشه ورز هم هست. امنا جمع امینه. ما داریم در قرآن که جبرائیل امینه، رسول خدا امینه، و همچنین افرادی که کارگزار میخوام بشن امین هستن، قوی و امین.
امین یعنی کسی که امانت داره و از سوی مردم در کاری وکالت پیدا میکنه که بتونه کارهای موکلینش رو انجام بده از سوی اونها. این امین مردمه. هرچه نخبه تر باشه بهتره. این افرادی که بعد جمعشون میشه امنا، به طوری که شما قوت اینها رو بالا ببرید، چون اندیش ورز هستند، بشه جمع نخبگان محل. حالا برای نخبگان میشه یک سری شرایط گزینشی گذاشت که مغزهای متفکر، اعم از جوانان یا سالمندانی که با تجربه هستند و قبلا در یه سمتی بودند، بازنشسته شدند، دارای تجاربی هستند، دارای مهارتهایی هستند، دانشی هستند و میتوند بانوان هم باشه، از جوانان هم باشه. مهم اینه که همه اهل فکر و اندیشه باشن. هیئت امنایی که تا الان بود، این هیئت امنا بیشتر جنبه کاری داشتن، سرمایش و گرمایش و تعمیرات و تأسیسات و این کار این هیئت امنا نیست. هیئت امنا در یک مسجد پیشرفته، مسجد مطابق با نظام اسلامی، باید افرادی باشن دارای نخبگی، سرنوشت 7000 نفر 8000 نفر تو محل با اوناست. مثلا اینا باید مسئله شناسی بکنن، راه حل مسئله رو بگن. مثلا بگن ما در این محل این مسائل داریم، مثلا بحث بهداشت داریم، بحث آموزش پرورش داریم، مثلا بهداشتمون قوی نیست، مرکز بهداشت نداریم، فضای سبز کم داریم، و راه حل ارائه بدن، بودجه پیشنهاد بدن از چه راههایی. خلاصه مسئله و حل مسئله. اینا باید بشینن فکر بکنن و از لباس اجرا بیان بیرون و بتوانند در حقیقت برای محله خودشون دائما راه حل ارائه بدن برای مسائلشون. خب اینا باید اولا بومی باشن، علاوه بر نخبگی باید بومی باشن، مسائل محله بشناسن، اونجا زندگی کرده باشند، از جای دیگه نباشند. مثلا یک کسی از یه زمانی از یه محل دیگه میاد، اینجا مطلوب نیست. باید بومی باشند، اهل همون محل، و مسئله شناس باشند. مثلا بتونن برای اشتغال طرح بدن، بتونن برای ازدواج طرح بدن، بتونن برای مثلا مسکن طرح بدن. یک گروه، ما اگه مجازن یا نماد، به شکل نماد بگیم، یه پارلمان محله هست و قوه مقننه محله هست، اشکالی نداره، ولو 7 نفرن 8 نفرن هر تعدادی هستند. خب این گروه متفکری هستند. ما میتونیم تمام وظایفی که مجلس شورای اسلامی داره کوچیک کنیم، این و در وظایف این پارلمان قرار بدیم، چون بنای ما بر اینه که یک محله، یک جمهوری اسلامی کوچک. ما میتونیم همه زوایا، ابعاد و وظایف، اختیاراتی که یک پا
پارلمان در کشور داره اینن کوچیک کنیم بیایم توی پارلمان محلی. مثلا شما می‌بینید اونا اولین وظیفه‌شون قانون‌گذاری است، وظیفه اصلیشونه، به اسمشون هم می‌خوره، مثلا قانون مقننه هستند. خب اینجا که ما قانون نمی‌خوام بگذاریم، خب محله هم برای خودش یک سری سیاست، راهکار، برنامه‌های بومی داره. بالاخره محله ها با هم فرق دارن، گاهی اختزاعاتی دارن. این میتونه برنامه ریزی کنه برای سال آینده محل که مثلا، یا این سری آیین‌نامه تصویب کنن برای فقط محل ویژه اونجا. لذا اونجا میبینید که وظیفه دوم مجلس شورای اسلامی نظارته. اینجا هم باید نظارت کنه. بر چی؟ بر دو تا شورای دیگه. اولا نظارت کنه بر شورای اجرایی که بعد بحث میکنیم که آیا ما این برنامه هایی که به شما دادیم اجرا کردید یا نه. چون گروه اجرایی باید یک ناظری داشته باشه از سوی مردم، پیگیری کنه، مثلا بگه بنا بود ما تصویب کردیم که کل جوی های آب مثلا پل داشته باشند تا امنیت داشته باشند. خب این برنامه بود، دادید به اجرایی، اجرا شد یا نشد؟ قرار بود این حیوانات موزی به اصطلاح محو بشند، شدن یا نشدند؟ این نظارت اگر از سوی این گروه نخبه بر گروه اجرا یا گروه امر معروف صورت بگیره، جامعه سالم میشه، محله سالم میشه. باید بالاخره کسی باشه که مواظبت کنه. یکی از کارهای مجلس شورای اسلامی در سطح کشور رأی اعتماد هست به مقامات، مقامات اجرایی. خب اینجا هم میتونه همینطور باشه. یعنی شما الان میخواد رئیس انتخاب کنید محلیار برای اجرا، رئیس کابینه محل. خب اینو باید کی به اعتماد کنه؟ ما گفتیم که مثلا امام جماعت میخواد نصبش کنه. خب قبلا باید یک گروهی باشن صلاحیت او رو تشخیص بدن. وقتی که صلاحیتش تشخیص داده شد، بعد به او رأی اعتماد بدن. پس ببینید وظیفه رأی اعتماد هم داره. وظیفه چهارم مجلس شورای اسلامی سوال و استیضاحه. خب شما ببینید که تو شورای اداری محل که یه عناصری هستن ضعیفن، باید اینا رو دعوت کنه این پارلمان کوچک و بگه آقا مثلا شما وظیفت خوب انجام ندادی و ضعیفی، باید بری کنار. بعد رأی اعتمادشون رو پس میگیرن، اون دیگه میری کنار، دیگه نمیره بهانه بیاره که امام جماعت منو برداشت یا محلیار منو برداشت. مسئولیتش میفته گردن این هیئت امنا. در یک جمله هر وظیفه‌ای در مجلس بزرگ پارلمان کشور ما داریم، میتونیم کوچک شده او رو، محدود شده او رو، محلی شده او رو اینجا بیایم تصور کنیم و تصدیق کنیم و تثبیت کنیم. چه فایده ای در اون مجلس؟ عیناً این فایده اینجا هم هستش. و اتفاقا ما اگر برای محلاتمون مغز متفکر داشته باشیم، محله ها پیشرفته میشن. وقتی پیشرفته شدند، کشور پیشرفته میشه. چون بعد از جاهای کوچک شروع کرد، مثل حبه های انگور، حلقه های زره، محله محله که درست بشه میتونه کل کشور درست بشه. خب پس این هیئت امنا نقشش
تغییر کرد در مدیریت از مسجد. اولا نگاه او به بیرون، ثانیا اون 10,000 نفری که تو محله هستن براشون فکر میکنن. مثلا میگه ما باید در 5 سال آینده بیکار نداشته باشیم، در 10 سال آینده ما اینجا معتاد نداشته باشیم، بزهکار نداشته باشیم. خب برای 7,000 نفر راحته، انسانهای نابهنجار نداشته باشیم، انسانهای مجرد ناخواسته نداشته باشیم. چنین تفریحاتی میخوایم برای سینما فکر بکنه، برای پارک فکر بکنه، برای محل بازی کودکان، مدرسه ها چیکار کنیم تو این محل که 10 سال آینده محله ما اصلا مردودی نداشته باشه و دانش آموزا برن به سطح بالا و این محله بشه قوی ترین محله لحاظ تحصیلات تکمیلی، تربیت نیروی انسانی. ببینید این فکر بکنن، باید حس مجلس رو بگیرن. این که مثلا الان ببینید که یه هیئت امنای میشن، بعد میرن کنار، اسمشون هست، یه نفر همکار است. اگر امام جماعت مقتدر باشه خودش با هیئت امنای یکی میشه، اصلا همه کارا رو میکنه. اگر عضوی از هیئت امنا قوی باشه، امام جماعت رو تحت تأثیر قرار میده، همه کاره میشه او. ولی ما میخواییم قانونمند بشه، یعنی این قویه اون قوی نیست، اینا ملاک نیست. اما به شکل روشمند، هدفمند و قانونمند این پارلمان کوچک تشکیل بشه. هرچی در بعد مجلس دیدیم اینجا هم میبینیم، استیضاح میکنیم، رأی اعتماد میدیم. یکی از کارام بودجه است. بالاخره این محله برنامه اگه داره بودجه هم داره، این میتونن اینا بودجه نویسی کنن در حد محله، بعد بودجه رو بدن به محله یار یا امام جماعت تا بده بالاتر. این بودجه های کوچک جمع میشه، در سطح کشور دیده میشه، در سطح استان دیده میشه، در سطح شهرستان هم دیده میشه. این خلاصه بود از هیئت امنا به عنوان یکی از سه هیئت، سه شورا، سه قوه، سه شن، هر اسم میخواد روش بذارید، در یه محله فقط. و اگه بتونه خوب وظایفش انجام بده، شاهد یک محله توانمند و سالم و فاضله خواهیم بود. چون جایی که فکر کسی براش نکنه پیشرفت نمیکنه. توی خونه هم همینطوره، اگه فکر نشه این خانواده راکت میشه. ولی اگه کسی باشه فکر کنه، اقتصاد اونجا، فرهنگ اونجا و امنیت و سلامت محله بستگی داره به این هیئت امنا. تا بحثای بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.